منم کوروش، شاهی جهان، شاهی بزرگ، شاهی بابل، شاهی چهار گوشه عالم. ما امروز درباره شخصیت بزرگی تاریخی قصه خواهیم کرد که با نجابت و غرور و انسان دوستی خیش مقبولی کلی بشریت گشته است، که این هم باشد اساسگذار اولین امپریای تاجیکان با نام هخامنشیان، شاه کوروش کبیر می باشد. کوروش بزرگ یک نفر فرزند بناموس این قوم بزرگ دنیای قدیم توانست که تمام اقوام پریشان شده آریایی را به هم بیاورد. اگر در دنیا یک نفر را ستودن برای خردمندی، عاقلی و زیرکی روا باشد، این در تاریخ تمدن بشری کوروش کبیر است. کوروش کبیر همچون شاه عادل و همچون شاه یاد می شود که این شاه دائم در پای تلاش و تعمیر حقیقت گام می نهاد. روایتی هست که بابای کوروش است یک خواب می بیند، کوروش بزرگ می شود و بر علیه تخت و تاج او قیام می کند و سلطنت شاهی را به دست خود می گیرد. چون سحر می شود، از یک معنای خواب دیدهش را از تعبیرگران درگاهش پرسان می شود. هنگامی که تعبیرگران پیامدی ناخوشی را از این خواب دیدهش به شاه از یک نقل می کنند، همان زمان دستوری قتل کوروش را صادر می کند. شخصی که برای کشتن کوروش وظیفه دار شده بود، از ترس آلوده شدن دستش به خون، کوروش را که همگی چند روز داشت به چوپان می سپارد. چوپان کوروش را به خانه‌اش می برد و چون فرزند از او نگهداری می کند. در برای شاهان بزرگ روایت و قصه ها کم نیستند. مشخصات شخصیت های تاریخی بوده که از زندگی و روزگارشون به طرز مفصل معلومات ها باقی مونده است. و کوروش کبیر نیز از جمله چنین شخصیت هاست که از زندگی و کارنمایی های به مثلش مردم یادآور می شوند و نامش را به نیکی به زبان می آورند. همین طور این کودک با دست چوپان می افتد. چوپان کودک را به خانه می آورد، زنش سپک که نو فرزندش از دنیا گذشته بود. همین مهری که نسبت فرزند مرده داشت یک بار به فرزند نو پیدا شده میبندد و همین طریق با مثل فرزند خود کوروش رو با تربیه خود میگیرد و او را کوروش البته نام میگذارد و در خانه همین چوپان کوروش البته با کمال میرسد. و تقریبا کوروش 14-15 سال غایب بود و به دست چوپان افتیده با کلان رسید. از روی روایت های گرداد و دیگر تاریخ نگاران و سپس بازگشته آیسته آیسته
در دربار استیاک مقام خود را یافت. تاریخ نگارانی یونانی روایت های دیگری هم از کودکی کوروش دارند که از بازگشت او به درگاه شاهی نقل میکنند. جسارت و اعتمادی که در جوهری او بود، کوروش را از کودکان دیگر فرق میکنند. کوروش از بچگی صفات های پهلوانی را در خود دارا بود. هنگام بازی خود با بچه های دیگر همیشه نقش حاکم یا پادشاه را بر عهده می گرفت و خیلی منطقانه فرمان می داد که گویا واقعا هم شاه باشد. گفت که تخمینا در سن 10 سالگیش میگد هرودوت کوروش همراه دوستانش آنهایی که هم سن و سالی کوروش بودند بازی میکردند و آنها شاه و وزیر بازی میکردند و در رفت بازی کوروش پادشاه شد و با وزیر خود فرمود سپارش را اما او اجرا نکرد او را مذمت کرد زیر توزنه تنقید گرفت و حتی یک چند مراتبه لاتوکوب کرد این کودکی که مورد لاتوکوب قرار گرفته بود پدرش در دربار شاه کار میکرد و به پدر عرض میکند پدر این خبر را به پادشاه میرساند پادشاه وقتی که حادثه را میفهمد در تعجب میماند روزی کوروش را برای تنبیه و جزا دادن برای عملهای خود پسندانه اش همراه پدر به دربار میبرند در آنجا حقیقت آشکار شده هویت واقعی او فاش میگردد پسر دلیر و جسوری که روزی شاه خواهد شد کوروش جوان زندگی نوی را در دربار آغاز میکند شاه از کوروش میپرسد که این سبب این واقعه در چیست کوروش میگوید که شاه هم پیش از اون که من به سوال شما پاسخ گردانم برایتون سوالی دارم شاه میگوید مرحمت و کوروش میگوید که شاه هم شما همچون شاه اگر وقتی که فرمان میدهید وزیرتون اجرا نکرد سپارش شما رو پس چی چاره میاندیشید شاه میگوید که البته جزا میدهم کوروش هم در پاسخ میگوید که ما هم یعنی شاه و وزیر بازی کردیم در هنگام بازی من شاه شدم و این دوستم وزیر شد فرمان دادم اجرا نکرد و همون انعنه شاهی رو یعنی همون قانون های شاهی رو اجرا کردم و ای رو جزا دادم شاه راستیش خیلی در حیرت میموند باز حیرتش دو چند و سی چند زیاد میشود و از غرپک از چوپان میترو داد میپرسد که فرزند آیا این فرزند در اصل فرزند توست میترو داد که حالا ما پیشتر گفتیم که یک احساس ترس وای رو فرا گرفته بود گمان های گوناگون در معنی سری وای چرخ میزد خیال میکند که شاه شاید که اصل واقع را میدوند برای همین راستش را میگوید که در حقیقت من این رو از غرپک 10 سال پیش گرفته بودم در دربار استیاک مقام خود را یافت مادرش مندان را دید و با بهانه آن که از بس که مبارزه های داخلی شدت گرفت با بهانه آن که موقع خود را قدرت خود را مثلا افزایش دهد به وطن پدریش پترگاد رفت اما شاید آن چیزی که از این همه روایت و قصه ها قابل قبول باشد این کتیبه اعلامیه حقوق بشر یا منشور است که با دستوری کوروش کبیر نوشته شده است. کوروش در آن خودش را پادشاه بابل و پسر کمبوجیا اعلام کرده است. این نشان می‌دهد که اصل و نسب کوروش به خانواده سلطنتی منصوب است. امروز مورخان اطراف نام کوروش کبیر در کتاب‌های آسمانی نظرهای مختلف دارند. گروه از دانشمندان بر آن نظرند که گویا ذوالقرنین که در کتاب قرآن کریم درج شده است همین کوروش کبیر باشد ولی گروه دیگر بر آن اندیشند که آن کوروش کبیر نیست بلکه اسکندر مقدونی است بعضی علمان ما حتی به این نظر بودند که این ذوالقرنین که در قرآن ذکر می شود این اسکندر مقدونی است لیکن وقتی که ما فعالیت پادشاهی اسکندر مقدونی را از نقطه نظر علم تاریخ خیلی مشکافانه اگر تحلیل نماییم هیچ یک کارنمایی یا که فعالیتی یا ضبطکاری های نمون اسکندر و ذوالقرنین قرآن عموماً راست نمی آید وقتی که قرآن وقتی که کارنمایی های کوروش را تحلیل میکنید خیلی با کارنمایی های ذوالقرنین که در قرآن ذکر شده است موافق است یکی از این که میگه در قرآن که ذوالقرنین این شاه عادل شاه غمخور شاهی که حامی مظلومان است شاهی هست که یک تا پرست است
در بابی 25 اعلامیه حقوق خود کوروش کبیر که سال 539 قبل از میلاد قبول کرده بود می نویسد که من کوروش به هر مملکتی که رفتم آزادی آوردم، به هر مملکتی که رفتم آبادی آوردم، به هر مملکتی که رفتم بندیان را از اسیری آزاد نمودم. خب این سخنی خود کوروش کبیر که به گفته قرآن نزدیک است. اکنون می رویم به گفته هرودوت. هرودوت می نویسد کوروش شاهی بود که پیوسته دنبال واقعیت بود، یعنی حقیقت بود. همین سخن را حتی ما در گفته افلاطون میبینیم. افلاطون در سخنی خود میگد کوروش دایم پیروی هدفی بود که این هدف هدف عالی و مقدس بود. و گگل فیلسوف کلاسیکی نمیست نیز یک سخن دیگر دارد، میگد که کوروش اولین شاه در تاریخ جهان به حساب میرود. اینو نگاه کنید، میگه در تاریخ جهان به حساب میرود که بنیاد کننده دولت هست که این دولت دولتی میباشد که عدالت اجتماعی در اینجا در مد اول گذاشته شده است و نظامی معینی دولتداری که این نظامی دولتداری اصلا نظامی جامعه سالاری بود بنیاد گذاشته است، پایه گذاری نموده است. کوروش کبیر از وضعیت موتو خیلی خوب بخبر بود. استیاک شاه مود اولین شده جنگ را آغاز کرد، ولی در میانه های جنگ لشکری استیاک خیانت کرونا با کشون کوروش می پیوندد و همین بوده که این جنگ بدون خونریزی با منفیت کوروش کبیر انجام یافته است. سال 558 یک مراتبه به اک بوتن هجوم میکنند و در سال 550 قبل از میلاد مراتبه دیوم به شهر اک بوتن پای تخت دولت موتو هجوم میکنند و با بایش را سرنگون میکنند. دولت موتو با همین برهم میخورد و به اثر قدرت کوروش میآید و نام دولت تأسیس داده او با نام بابای پدریش هخامنش در تاریخ معروف است، یعنی دولت هخامنشی. با هدایت بابایش که ناچار از دولتداری بعد مغلوب شدن دست کشیده بود به تخت دولت مود و پورس نشست. و همین طریق کوروش بر تخت پادشاهی نشست و دولتداری بزرگ خود را آغاز کرد. امپریای بزرگی که کوروش بنیاد گذاشت اشرافان مود و پورس را به کارهای دولتداری جلب نمود. شاید از همین بود که موفقیتش در سیاست بالا گرفت و دوستداری مردمش کردید. همین خیرد و ذکاوتی نوتکراری کوروش بود که توانیست در یک مدت کوتاه دولت هخامنشی ها را به یک امپریای بزرگ از لحاظ مرزی و حدودی بای تبدیل دهد. با اطلاع باستان شناسان حدود دولت کوروش از مصر امروزه تا دشت های افغانستان دامن پهن کرده بود. این امپریای بزرگ 200 سال ارضی هستی داشت. کوروش کبیر برای آغاز امپریای بزرگ هخامنشی ها شهر ناتکرار بنیاد کرد که نامش اثرگاد بود. در بنیاد این شهر عرف و عادت و فرهنگ های مردمان زیر تصرف بوده اش را به انابت می گرفت. ساختمان های بزرگی که 2500 سال پیش اونا انجام داده بودن تا به امروز باقی مانده هم. ویرانه های او را در خلافت عرب فرض کردن با همون قدر بزرگی خواست که به خاک یکسان کنند نتوانست. اون قدر یعنی که ساختمان های سنگین و پرقوت ساخته بودند که مثل همون ایدئولوژی پرزوری که داشته بودند.
کوروش کبیر در دوام دولتداری خود ده ها شهرها ساخته است که مثلا از نوسادی شهر پسرگاد. پسرگاد پایتخت نخستین کوروش کبیر بود که در آنجا قصر کوروش کبیر یکی از قصرهای بی همتا است که ستونهایش تا 20 متر بلندی دارد و امروز خرابه های آن باقی مانده است. غیر از این کوروش کبیر در نوسادی شهر اکبتن پایتخت دیگرش همدان زحمت زیاد کشیدم. قصر بابایش استیاگ رو از نو می سازد، شهر رو از روی طرح نو بنیاد می کند. اینچنین در زمان دولتداری کوروش کبیر شهر شوش نوسازی شد که با نام سوز مشهور است. شهر بابل رو یک از پایتخت های نوین خود نامیده، در تعمیر و ترمیم شهر بابل که بعد دولتداری نواخدانوتر خراب شده بود سهم زیاد گذاشته است و بابل رو هم پایتخت دولت خود اعلان کرده است. معموی دیگر این است که کوروش چگونه این امپیری بزرگ را اداره میکرد و سیری این موفقیتش در چی بود؟ این شاهی بزرگ نه به خاطر دلاوری هایش بلکه به خاطر انسانیتش جاویدان مانده است. زیرا او به هر منطقه‌ای که لشکر میکشید هیچ وقت به لشکریان خود اجازت نمیداد که مردم را قتل و اذیت بدهند، بلکه به آنها همیشه دست کمک دراز میکرد و صلح جویی را اختیار کرده بود. یکی از آرزوهای دیگری کوروش بعدی به هم آوردن فارس و مادها این بود که باید امپریای بابل را نیز زیر تصرف خود قرار دهد. این یگانه امپریای توانایی بود که زیر دولتداری فارس ها قرار نداشت. از این نبرد شدید معلومات زیاده باقی نمانده است. معلوم نیست که آیا کوروش خودش هم در جنگ بابل شرکت داشت یا نه. از تاریخ نگارانی یونانی روایت هست که لشکری کوروش سمت جرایان رودخانه شهری بابل رو می بندند. این بلشکریان کوروش امکانیت خوبی می شود برای اشغال قلعه بابل و همینطور او بابل رو با قدرت لشکری توانا و درک والای کاردانیش به دست می آورد. بابل یکی از دولت‌های بسیار توانای زمان خود بود و یک حصار بلندی داشت که آن فتح ناپذیر بود. به قول هرودوت بلندی دیوارهای حصار بابل 40 متر بود. وقتی که کوروش به بابل لشکر میکشد و میبیند که فتح کردن بابل بسیار دشوار است، برای همین او بعد چندین مدت محاصره کردن شهر بابل و مضافات بابل کوشش میکند که با واسطه دریای فرات که از میان شهر بابل میگذشت، همان دریای فرات را دستور میدهد که دریای عظیم بود به طرف بیابان بابلستان بگردانند و وقتی که آب دریا کم شد در یک شب بسیار تاریک لشکریانش از طریق روزنه آبگذر یا درغات آبگذر وارد شهر بابل می شوند و آن وقت والتسر قومی شهر بابل در قصر خود بود و شبانه لشکر کوروش به طور ناگهانی رفته والتسر را در خانه خوابش دستگیر می کند و والتسر عقلش نمی گیرد که این لشکر کوروش چگونه در آمده باشد. دلیل صحیح تری که اطراف این جنگ موجود است این موفقیت کوروش می باشد. او قهرمانی بود که سربلندانه وارد شهر بابل شد. همه این موفقیت و دستاورد های کوروش از واقع بین، عملگر و خیردمند بودن او شهادت می دهد. این مبارز و شاه بزرگ نه تنها به خاطر دلاوری هایش
بلکه به خاطر انسانیتش نیز جاویدان مانده است. دلیل دیگر انسان دوستی کوروش این است که او در زمان خود سند حقوق بشر را به امضا رسانیده بود. در این سند کوروش به لشکریانش فرمان می‌داد که اسیران را نکشند و صلح‌جو باشند. کوروش کبیر چنان سیاست را پیش گرفت که سیاست به هم آمدن خلق ها را، در یک جا گرد آوردن آنها را، تمام ایدئولوژی های گوناگون دینی و مذهبی و عنعناتی که در بین مردمان و خلق های گوناگون بود، همه را به هم آوردن و در یک منشور بزرگ، یعنی که در یک فرمان بزرگ که ظاهر کرد به تمام خلق، مردمان امپریای بزرگ خود، که همه را آزاد گذاشت و گفت که کسی بر کسی جبر نمی کند و کسی مهنت کسی را به پول استفاده نمی برد. کبیر طوری که ما بلو گفتیم در حدود دولتش بیشتر نمایندگان 70 خلق و ملت زندگی میکردن، نسبت همه همین خلق و ملت ها نگاه یکسان داشت، حقوق آزادی های آنها، مخصوصا حقوق های آزادی ها و حقوق های اعتقادی و دینی آنها در یک پایه گذاشته شده بود، یعنی برابر بود. و کوروش کبیر در سال 539 وقتی که اعلامیه خود را قبول میکند، در آنجا نیست رسما این حقوق های خلقی که در مملکتش زندگی میکردن ذکر می‌نماید. و چیز دیگر این که در سال 1971 از جانب سازمان ملل متحد یک کمیسیه ویژه تاسیس یافت. این کمیسیه در نتیجه تحقیق و در نتیجه یک آموزش و سه اعلامیه کوروش کبیر، اولین اعلامیه حقوق در جهان اعلام کردن، و از جانب همین نهاد بین المللی 29 اکتبر روز بین المللی کوروش کبیر اعلام گردید. کوروش کبیر یک شخصیت خیلی عاقل، دوراندیش، زیرک، خردمند و توانا بود و اعلامیه حقوق بشر او که در بابل بعد فتح بابل قبول کرد یک اعلامیه هست که نخستین اعلامیه دولت دنیوی نامیدن ممکن است. زندگی کسی که تمام عمرش را در جنگ سپری کرده است در میدان نبرد به پایان می رسد. تاریخ نگاران بر آن نظرند که کوروش در یکی از شدیدترین جنگ ها برای اشغال شهری مساگت ها کشته شده است. مردم مساگت ها و دیگر قبیله های تلاشوری که در کنار دریای سیر و کنارهای بحر خزر بود و باش داشتند سرکشی کرده حدودهای دولت، مرزهای دولت کوروش را ضبط میکنند مدت، و کوروش با این بار آخران سال 531 لشکر میکشد و سال 530 در همین محاربه ها کشته میشود. بایم یک شاه دختر آریایی بود که در اینجا حکومت میکرد و راضی نمیشد که به کوروش اطاعت کند. البته اونها گفت و شنید پنهانی کردن، هر گونه گفت و شنید ها شد، به هم مایل شدند، اما سران لشکر بودند، اونجا دانشمندان بودند و دیگر راهبران دولت بودند که اونها نمیخواستند که به یک دولت بیگانه دیگر فرض کردیم اطاعت کنند. برای همین بعضی کارها اگر به خوشی انجام شده باشند، قسمت دیگرش با جنگ خونریزی انجام شد، تا جایی که کله کوروش را بریدن و خون و او را از خون پر کردن. وقتی که کوروش کبیر در سال 530 پیش از میلاد از دنیا گذشت، جایگزین اصلی وی پسری وی کامبوجیا بود. ما گفته نماند که کوروش کبیر صاحب دو فرزند بود، فرزند کلونیاش کامبوجیا و فرزند دیوم استرمیس که در کتیبه های دارو با نامی بردی حکاکی شده است. کامبوجیا پس از فوت پدر حکمیت را در ایران، یعنی در دولت هخامنشی صاحبی کرد و
وای اون سیاستی که پدر داشت اون رو در جریان دولتداری پادشاهی خود عملی ساخت. آرامگاه امروزه کوروش کبیر نه تنها خاطره از شاه بزرگ است، بلکه نمونه است از انسانی خردمند که نامش در تاریخ بشریت جاودانی است. شکل این آرامگاه بعد از 2500 سال همچنان باقی مانده است که گویا مروارید است در سرزمین فارس ها. کوروش فرزند ماست، کوروش اجداد ماست، کوروش شاه ماست و این گواهی از اون میدهد که امروز جهانیان علاقه نسبت چنین یک کارنمایی فرزندان ملت تاجیک توجه دارن، احترام دارن، قدر میکنن اینا رو. من بسیار خرسند هستم که در سرزمین نیاگان ما در پهلوی آثارخانه ملی تاجیک هیکل کوروش کبیر، مجسمه کوروش کبیر گذاشته شد و گذشته از این در باغ ایرام مجسمه نیم پیکره کوروش کبیر است، در کتابخانه ملی تاجیک نیم پیکره کوروش کبیر است و از این شادم که در دوره استقلالیت ما به شخصیت کوروش کبیر، به خدمت‌های بزرگ کوروش کبیر ارج می‌گذاریم و سرور دولت ما پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در برآمدهای خود، در سخنرانی های خود، در گزارش های خود موقع و مقام کوروش کبیر را بارها ستایش کرده است و محض دستگیری و خدمت او بود که این هیکل و مجسمه ها پایدار شدند و ما با تاریخ گذشته ملت خیش، با تاریخ دور دولتداری خیش یک بار دیگر وصل شدیم. اولین امپریای بزرگ جهانی نه تنها برای ملت تاجیک است، بلکه برای تمام جهان است، در کل جهان. و این افتخار بزرگی که برای ما هست، یعنی که پدران ما توانستند که در تمام عالم انسانیت نشان دهند که اینها چگونه کارهای را انجام داده می توانند و بزرگترین دولت را ساختند و بزرگترین کتاب دنیای قدیم را هم ساختند، یعنی اوستا را، که من بعد برای تمام کتاب های من بعده عالم زمینه بزرگی شد که از او پیروی کردن، پاره های از او را از خود کردن یا اینکه در پیروی او چیزهایی نوشتن و تعلیمات از او را در عرف عادات خود جای دادن. یعنی که آن همون شکوه و شهامت اولیه این ملت باید گفته شود که البته در صدر همه اینها کوروش بزرگ می‌ایستاد. اگر شخصیت کوروش کبیر رو از گفته تاریخ نگاران وصف کنیم، پس دلاور است با خیرت، شاه است انسان دوست. همه همین خصلت‌های نجیب و انسان دوستانه کوروش کبیر بوده که نامش در صفحه تاریخ با حرف‌های زرحلین حکاکی شده و اسمش به نیکی یاد می‌شود. این فرجام برنامه در آینه تاریخ بود که شما از تلویزیون سینما دیدن کردید. گروه جدی برنامه در آینه تاریخ تصمیم دارد که در هفته جدید بهر شما از حیات و روزگار اصلاحات خواه دولت هخامنشیان یعنی داریوش کبیر معلومات دهد. پس اگر زندگی داریوش کبیر بهر شما جالب است، پیگیر برنامه در آینه تاریخ از تلویزیون سینما باشید.